بینندگان گرامی یو اس ایران تیوی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی ولی نسبتاً تمیز به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم و از استودیوی بازگشت میدیا در تهران در خدمتتونم. دوستان، یکی از خوشحالی من توی این مدتی که اینجا بودم همین بارندگی، با اینمی که خسارت زیادی وارد شده همه جا و چقدر، برای اولین بار دیدم چند روز پشت سر هم باران سیل‌آسا در تهران که واقعا مورد نیاز بود، هوا را خیلی تمیزتر کرده. هوا هنوز گرمه، داغه، آفتابه، ولی خیلی تمیزه. صبح که در باز میکنیم در حیاتو میبینیم که آره، اون دودینا از بین رفته تا حدودی تو همین منطقهی که ما هستیم در خدمتون. و واقعا هم بارون همه جای ایران ها، چندین استان که این هم آسیب به وجود آورده. من فکر میکنم که امسال نعمت خدا برای ایران انقدر زیاد بوده هیچ که دیگه نمیتونه به ما بگه آقا ما آب نداریم، کمبود آب هست. اگر این آبا را ما نتونیم جمع‌آوری کنیم، نگهداریم، بگه مشکل ماست نه مشکل طبیعت. ولی خب تو این وسط هم متاسفانه عده‌ای از هموطنان ما تو این سیلاب کشته شدن، خیلی از جاها آسیب دیده، ولی تا دلت بخواد آب فراوونه و این همیشه برای ایران به نظر من فوق‌العاده است. من با دوستان گرامی خدمتتون بگم که خیلی اتفاقا داره میفته و این اتفاقا را ما قبلا صحبتشو کردیم. مذاکره جدید شروع شده برای احیای برجام، ماهواره ایران هفته آینده به فضا پرتاب میشه، میگم با کمک روس‌ها. بعد همچنین کشته شدن ایمن الظواهری توسط امریکایی‌ها که طالبان هنوز میگه ما مشغول بررسی هستیم و بسیاری مسائل دیگه. قبل از هر چیز یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که ما میخوام خدمتتون بگم. یکی از دوستا در امریکا یه آپارتمانی داره در تهران، میخواد اینو بفروشه. من اینو براتون نشون میدم. دوستایی که میخوان این آپارتمانو بخرن، آپارتمان خیلی خوب و نقلیه، من رفتم دیدم و اینا، در بلوار کاشانیه، بلوار عبازر در تهران. آپارتمان کوچیکی 76 متر دو خوابه هستش، ولی همه چیزش واقعا نقلی. و چیز جالب اینه که ایشون اگر کسی بخواد پولشو به دلار در امریکا تحویل بده و یا در کانادا، مسئله ای نیست براش. قیمت آپارتمان به دلار حساب کرده 150 هزار دلاره. و اگر کسی بخواد این آپارتمان رو بخره، یه درصدی هم برای ما میشه، برای کارهای خیری که انجام میدیم درصد بالایی هم دست ما میاد. برای اونایی که علاقمندن در تهران یا آپارتمان بخرن، اینو من توصیه میکنم. همه چیزش هم واگذار شده به من، تمام کاراشو میتونم براتون انجام بدم. حالا اگر کسی علاقه داشت، به ویژه دوستایی که در خارج هستن، برای اونها که از نظر پرداخت مشکلی نباشه، البته داخل ایران هم میتونن این کارو بکنن، ولی اونایی که در خارج هم میشه به من میگفتن اگر یه چیزی خوبی دیدی به ما بگو. حالا من اینو دیدم، چیز جالبه. اگر جدی بودید بیشتر میتونم شخصا باهاتون صحبت کنم. من، ما دوستان، خیلی ها به ویژه اون سلبریتی ها، کسانی که پول دارن در اینجا، پولشون اینجا در میارن و مالیات هم نمیدن، کسی هم با اینا کاری نداره. بعد پوزشو به هموطنانشون میدن، میرن خارج، پولا رو اونجا خرج میکنن، باز پوزشو میدن که ما تو خارجی.
خلاصه یکی از پزشکان خوب و عزیز ما، جراحی که در سالها در امریکا کار میکنه، یه چیزی در این مورد شنیده، خیلی هم ناراحت شده. ببینید چی میگه در مورد این سلبریتی، یک کمی از خارج بدونن. نگاه میکنی به این پزشک جراح. سلام دوستان، این ویدیو برای این کمپین و به قول اینا برای پیغام برای سلبریتی های بیشرف، وطن فروش، خود تحقیر، قرب گدا، قرب زده، نارسیسیست و سیاه نماست. من یک جراح متخصص هستم، در آمریکا کار میکنم، مثل خر کار میکنم، مثل گاو مالیات میدم و اگر پولی میخوام خرج کنم پا میشم میرم ایران، همونجا خرج میکنم، برای ملتم خرج میکنم، به کسی هم نمیگم چی کارم، پوز کم به کسی نمیدم، سوار ماشین های آنچنانی نمیشم، رستوران های آنچنانی نمیرم که بتونم حداقل یک کمکی به یک نفر کرده باشم. از منم نپرسید من اینجا چی کار میکنم، به شماها ربطی نداره. من مثل شما دزد و بیشرف نیستم. 20 و چند سال طول کشیده وام دانشجوییمو پس دادم. شما تو ایران کار میکنید، به مردم پوز میدین، مردمو تحقیر میکنید، پولاتونو برمیدارین، مالیات هم که نمیدین، میارین اینجا خرج میکنین، بازم پوزشونو به اونا میدین که چقدر اینا خوبن. بالاتر از همه اینا میایید راجع به ایران جنایت سیاه نمایی هم میکنی. در این موقعیت اقتصادی و سیاسی و جهانی کشور ما شماها نمیخواد مرد باشید یا زن باشید، گرین کارتتون رو زمین بذارید، شما بیشرفی و سیاه نماییتون رو کنار بذارید، برید تو آینه نگاه کنید ببینید میتونید این کار رو بکنید که فکر نمیکنم. پس بیشرفی نکنید، راجع به ملت ایران زر نزنید، اول از خودتون شروع کنید. مرد باشید یا زن باشید، بیاین اینجا کار کنید، تکس بدید، مالیات بدید، پدرتون رو در بیارن، بفهمید شما رو آدم حساب میکنن یا نمیکنن، بعد راجع به ملت ایران سیاه نمایی کنید. این سیستم من نمیدونم چطوری، باید از شما پولاتون رو بگیره، مالیات های قدیم ازتون بگیره، با یه تیک با بندازه ازتون بیرون، بگه برین همینجا تو غرب کار کنید، لااقل بارز داشته باشین. مثل بعضیا اومدن مخالفن هر کاری میکنن، ولی از ملت ایران نمیدوشن بیارن اینجا خرج کنن، به اونا فخر بفروشن، بعدش هم سیاه نمایی بکنن و اشک تمساح بریزن. ما با بیشرفایی مثل شما احتیاجی به دشمن نداریم. یعنی آتش برای دشمن میاریم، به شما میگن آتش بیار، من که 40 و چند سال اینجا فارسی نم که درست نیست. حالا مردش باشید، بیشرفی، وطن فروشی، سیاه نمایی، خود تحقیری و تحقیر کردن مردم ایران رو کنار بگذارید که فکر نمی کنم. پاینده ایران. خب این آقای دکتر با این که 40 و چند ساله در امریکا زندگی میکنه درست میگه. من که اینجا دارم میبینم اینا را، زمانی که دولت، که الان دیگه دولت یک پارچه شده دیگه، همطور که در برنامه قبلم حتی ریتکی با رول درک بین اشاره کرده بود که الان حکومت در ایران یک پارچه شده، یعنی در همام نیروها با همان. اگر در یه همچین شرایطی جلوی دزدها و اختلاسگرا را نگیره، این مملکت ما درست نمیشه دوستان. یعنی واقعا یه پولهای بادآورده یه ده همینجوری دارن، ماشینهای چند میلیاردی هم سوار میشن، اونی که صادقانه صبح تا شب کار میکنه، زحمت میکشه، به زور میتونه نون و پنیری برای زن و بچهش پیدا کنه، اینا همش میدونی یه تضادی ایجاد میشه و یک بدبینی به کل کشور و حکومت. اینه که اینا خبر ندارن تو خارج چه خبره،
ولی ما خبر داریم در داخل اونایی که پول دارن اگر اینجا مالیات نمیدن و همین طوری زیر سبیلی یا با پارتی بازی یا با توجه به قول عمری ها کانکشن هایی که دارن، این متاسفانه به ضرر ماست، به ضرر مردم ایرانه. دولت باید قاطعانه کاری بکنه که مردم بتونن لمس کنن. درسته که شروع کردن ولی کافی نیست، باید زودتر شروع بکنم. ببین، یکی از چیزهایی که همیشه در خارج جوانای ما را گول میزنه این پولایی که مثلا تو این شبکه ها میدن. چند تا از این دخترای سکسی ماشاءالله یا بعضی از پسرها اینا را گول میزنن، میارن خارج، استخدام میکنن تو همین تلویزیون های ایران ستیز که سعودی انترنشنال پشتیه، که حداقل پول عربستان با مدیریت صهیونیستا اینها را حسابی زیر نظر دارن و میدونن که ضعف اینا در چیه و راحت میتونن وطن فروشی رو اینا انجام بدن. ما داریم میبینیم، ما که بارها در این مورد صحبت کردیم، حالا طوری شده که شهرام همایون دیگه دلش به درد اومده در مورد همین که این پولا رو ببینیم شهرام همایون در مورد چی میگه. به خدا، به ایران، به پرچم سرنگ. ببینید، عربستان اومده تو خونه تک تک شما، نگاه شما رو گرفته، ذهن شما تو مشتشه. میخوان مردم در نهایت نارضایتی داره مقدمات تجزیه ایران رو با ظریف‌ترین شیوه به وجود میاره. از خودت بپرس یک کلمه، چرا؟ چرا عربستان چندین تلویزیون، نه یک تلویزیون، چندین تلویزیون به زبان فارسی درست کرده؟ چرا عربستان توی جریان‌های سیاسی داره پول پخش میکنه؟ چرا عربستان داره توی هنرمندای ما پول پخش میکنه؟ و شما ساکت نشستین و یا آقا برنامهش قشنگه، خبراش موثقه، چی بگم؟ خطر اومده بغل گوش خونتون و این مسئولیت بار مسئولیت با شما هاست. رسمن کنفرانس درست کردن، پرچم درست کردن، کشور الاهواز، کشور کاسپیان، کشور فرانس، گذاری هاشون هم کردن. دیگه علنی تر از این که نمیشه که. ما میگیم به به ایران اینترنشنال، بن سلمان دمش گرم عجب تلویزیونی برام درست کرده. غیرت چی اسمش؟ با قاف با غیر چی؟ با چلویه؟ ترجیح میدیم خودتون چند دقیقه به ما توضیح بدید جریان اتاق چیه و چه اتفاقی افتاده. مجبور شدیم که اتاقی بزنیم و هشدار بدیم نسبت به روندی که ایران اینترنشنال داره در پیش گرفته و داره پیش میبره. و اینها خب بودجهشون مشخصه، پروژه کجا بودنشون مشخصه، که از کجا نشأت میگیرن، منشأ مالیشون مشخصه و بارها ما در این مورد صحبت کردیم. هدفشون چیزی جز عادی‌سازی تجزیه در ایران نیست. خب دوستان، من بارها در این مورد صحبت کردم که رسانه های یعنی تلویزیون های ایران ستیز در تمام ماهواره ها وجود داره. من اینجا هستم، دارم میبینم. یعنی هر خانواده ای کافی است که ریموت دستش بگیره، در چندین کانال های مختلف اینا رو میگیره. یا ست بگی هستش، یوتیل ست بگی هستش، هات برد بگی هستش. انقدر اینها پول خرج میکنن، به راحتی هر روز راجع به ایران صحبت میکنن. و وقتی ما توضیح میدیم که بابا جون اینا همه دروغه، میگه نه بابا اینها دیگه، اینا اون بر زندگی میکنن. حالا دارن از من، وقتی من توضیح میدم و همه اینا رو براشون میگم، تازه بعضی هاشون دوزارشون میفته. ولی آدم معمولی که هر روز اینا رو میبینه، یه خبر که میاد بیرون روزی مثلا 10 بار، مثلا فرض کنید یه سیلی اومده، خب 80-90 نفر کشته شدن، آقا هر 5 دقیقه اینا رو اینقدر میگن انگار که مثلا 1000 نفر مردن. برای اینکه صدلای دیگه، ببین شما ما رو باید بگردی پیدا کنی، ما تو ماهواره نیستیم دیگه، ما رو باید یوتیوب پیدا کنید یا تو فیسبوک پیدا کنید یا تو واتساپ.
که باید جستجوگر باشید دیگه ما رو پیدا کنید. ولی اونها احتیاج به اینا نداره، این ماهواره اینقدر پول خرج میکنن، همه دکمه ماهواره دستشونه، انگار که تلویزیون معمولی روشن میکنن صبح تا شب. خب همه جوانای ایرانی رو استخدام کردن، پول میدن، اونام برای وطن فروشی هر چقدر پول بدن همون پولی که میگیرن با قول آقای دکتر پوزش هم میدن که ببین من از ایران اومدم الان اینقدر حقوق میگیرم، نشستم هر روزم جلوی تلویزیون. دیگه نمیدونن که پشتی و ماجرا چه چیزایی خوابیده. و اگر این روند مذاکره با عربستان به خوبی پیش بره که الان داره پیش میره، عربستان هم فهمیدن که آقا تنها وسیله‌ای که میتونن امنیت رو تو منطقه حفظ بکنن همین مذاکره با ایرانه. در دورانی که اینا خیلی متوسل به ترامپ شده بودن فهمیدن که آقا نخیر، وقتی به اونا حمله میشه اونا باید دفاع کنن، امریکا نمیاد برای اونا کاری بکنه. حالا مثلا توی امارات تازه گفتن آره برای شما یک فضای امنیتی درست کردیم، میتونید دستگاه ها رو بخرید. خود اینا میدونن که هیچ فضای امنیتی از زیر پهپادهای ایران نمیتونه کاری بکنه. پهپادهای ایران انقدر پیشرفتن سه اگر بخواد خدای نکرده جنگی بشه اونا همه یک شب داغون میشن. و واسه همینه الان سطح مذاکره با ایران در سطح دیپلمات و وزیر خارجه است. و دیدید که یادتون باشه معاون سفیر عربستان در سازمان ملل گفت که آقا ما اسرائیل رو به رسمیت نشناختیم، اجازه دادیم که هواپیمای آقای بایدن از اسرائیل مستقیم بیاد عربستان، دلیل به حساب شناخت ما و یا رسمیت شناختن ما از اسرائیل نیست. اینا همه خبرهای خوبیه، ولی برای اینکه مردم ما مورد اصابت این همه تبلیغات سوء قرار بگیرن اینا هم هزینه میکنن. ایران چیکار میکنه؟ هیچ. ایران به وسیله ایده از وطن دوستا و ایران دوستایی مثل شماها تلاشمون رو میکنیم، ولی میکانیزمی که ما در دست داریم در مقابل اونها از نظر برادکست دارم میگم خیلی ضعیفه. من کارشناس متخصص ارتباطات هستم دوستان، وقتی یه چیزی به شما میگم بدونید که رویش مطالعه کردم، میدونم چی دارم میگم، ولی ما اونو نداریم. ولی به هر حال امیدوارم یه روزی بشه که ما بتونیم حداقل با اونها در همون سطح رقابت کنیم، چون اونا که هیچ کدوم از ایران دوستا که دعوت نمی کنن. یه دفعه میگه یه بحثی هست مثلا در سعودی اینترنشنال یا من و تو بی بی سی این اون، من هرگز نیده بودم به عنوان یه آدم حرفه‌ای که برای یک موضوع شما میخواید دو نفر دعوت کنی هر دو نفر بر علیه اون موضوعه، در صورتی که باید یکی موافق باشه یکی مخالف. ولی در رسانه های فارسی زبان بر علیه ایران که همچی چیزی وجود نداره، خودتون داره میبینید. و این پروپاگاندا رو انقدر تکرار میکنن مردم ما هم که ماشاءالله انقدر مشنگن بعضی هاشون، فکر میکنن هرچی اونجا میشنون همینه، چون خودشون دسترسی به اطلاعات خارج ندارن، زبان نمیدونن، اونور نبودن. دوستای ما که اونور بودن میتونید بپرسید، ولی خب ممکنه خیلی هاشون کسی رو نمیشناسن که در اونور زندگی میکنن به جز ایران ستیزایی که از طریق تلویزیون اینا رو میشنون. به هر حال دوستان الان اتفاق جالبی که افتاده در ارتباط با برجامه، جوزف برال که رئیس هیئت مذاکره کننده اروپا که ایشون پیشنهادی کرده بود، این پیشنهاد مورد ارزیابی ایران و امریکا قرار گرفت و به همین خاطر اونا درخواست کردن امریکایی‌ها که حتما میخوان سر این جریان با ایران صحبت کنن. به هر حال الان هم رابرت مالی رفته در اتریش، هم آقای باقری کنی از طرف ایران و به اضافه اروپایی ها. خلاصه این یکی از آخرین تلاش هایی که میخوام بکنن. امیدوارم تلاش هم نیست دیگه، تا الان ایران خیلی خوب بوده. من بارها گفتم در این مورد همون برجامی که ایران امضا کرد
و چیزی به قول بعضیا گیرش نیومد، همون برجام به نظر من موقعیت ایران رو خیلی برده بالا، چون نمیتونن حالا کسی به ایران بگه که ایران اهل مذاکره نیست. نه، اهلش هم هست، امضاش هم کرده، قراردادش هم انجام داده، ولی اینا فکر کردن زرنگ هم مثلا دونالد ترامپ علم میکنن با پول عربستان و این و اون. بنابراین چیکار میخوام بکنن؟ از برجام میان بیرون و تحریم و تهدید و فلان، همه اینا بر علیهشون انجام شده. الان هم آقای باقری کنی رفته و من مطمئنم که همین حرفای ایران رو یک بار دیگه تکرار میکنه. به نظر من کار خوبیه. هر موقع از ایران میخوام بیان آقا بیاید مذاکره کنیم، ما یه پیشنهاد جدید هر چی باشه، بهتره که ایران بدو بدو میره، حرفاش هم تکرار میکنه، میگه آقا این خواسته های منه، اگر میخواهید بیایید. الان هم نشون میده که ایران در موقعیت فوق العاده بالاست، چون حتی دولت آلمان اعلام کرد بسیاری از محافظه‌کاران که اونا میخوان ریاکترهای اتمی درست کنن برای تولید انرژی، برای اینکه دیدن روسا اونجا اذیتشون میکنن. اذیتشون که نه دیگه، روسا یه پیشنهادایی دارن، میگن اگه میخوای گاز ما رو بخری این قرارداد ماست، چیزی بدی نمیگه، شما مگه احتیاج داری به همون شکل ادامه میدی. حالا اونا میخوان برای اینکه وابستگی نباشه از نو ریاکتورهای اتمی خودشون رو به راه بندازن. حالا از ایران که نمیتونن دیگه ایراد بگیرن، میگن اگه بده پس شما چرا دارین، اگه خوبه پس چرا ما نداشته باشیم. ایران داره اینو نشون میده و نشون هم داده که در تمام موارد همه اینا را هر کاری بکنن برمیگردن با همون حرفای ایران. چون الان ایران همطور که در برنامه گذشته خدمتتون گفتم، ایران تبدیل میشه به مرکز فروش گاز برای جهان از طریق دو راه، که لوله به طرف اروپا، یکم کشتی ها از طریق خلیج فارس و کشورهای دیگه هم که گازشون هنوز رو هوا مونده و نمیتونن بفروشن، از طریق ایران میخوان این کارو بکنن. و این به نظر من فوق العاده بهترین موقعیتی است برای ایران در شرایط کنونی. و اما یه چیزی خیلی جالبی هم که اتفاق افتاده اینه که خیلی خنده داره ولی خب جالبه. میدونی که امریکایی‌ها هی التماس میکنن بیایید مذاکره، بیایید این برجامو تمام کنیم فلان اینا. 5-6 تا از این سناتورهای جمهوری‌خواه که از اول میدونی که زیر همیشه تو جیب صهیونیستا بود، یادتون باشه اون شلدن ادلسن صهیونیست گور به گور شده، اون همیشه پول میداد دیگه. سناتورهای مثل تام کاتن، مایکل روبیو و تد کروز و یکی دو نفر دیگه، این 4-5 نفر جمع شدن یه نامه‌ای با آقای بایدن نوشتن. این خیلی خنده داره که آقا شما نباید ویزا بدید که آقای رئیسی که قرار بیاد سازمان ملل سخنرانی کنه به ایشون ویزا نده که نتونه بیاد، بنابراین چون اونها ممکنه عده‌ای با آقای رئیسی به نیویورک برن و اونها جز سپاه پاسداران هستن، اونها جز تحریمن، تروریستن، اله بله. بنابراین اونها دارن عده‌ای از رؤسای سابق ما را تهدید به مرگ کردن، مثل مایک پامپیو و نمیدونم رئیس و سیدکام سابق براین هوک یا دونالد ترامپ، همه اینا. ولی یک کلمه نمیگن که خود دونالد ترامپ که در مقابل پولی که از عربستان و شلدن ادلسن اینا گرفت و دامادش هم الان 2 میلیارد از عربستان گرفته سرمایه گذاری کرده تون شرکت مالی اعتباری خودش، همه اینا بر سر چی بود؟ به خاطر ترور سردار سلیمانی و ترور المهندس. اونها ترور بکنن هیچ اشکالی نداره. ولی حالا اونها رو چی علم کردن؟ یه نامه برای کاخ سفید نوشتن، که چون میدونی که فقط کاخ سفید تصمیم میگیره دیگه در دادن ویزا، سناتوریدا میتونن همینطوری حرف بزنن، اونها کاری نیستن. رئیس قوه اجراییه که آقای رئیس جمهور یعنی بایدن باشه، اون تصمیم میگیره. و ضمناً رئیس جمهور ایران برای رفتن به سازمان ملل به خاطر امریکا نیست که، قراردادی که امریکا بسته با سازمان ملل، هر کشوری رئیس جمهورش
میتونه برای سخنرانی در مجمع عمومی بیاد اونجا. یعنی اون دست امریکایی‌ها نیست. ایران یکی از کشورهای اولیه هست در تشکیل سازمان ملل. این سناتورها اینقدر نفهمن و نمیدونن، حالا همینطوری مثلا به قول خودشون یه نامه میزنن تحت فشار قرار میدن که به نظر من هر کسی در دنیا اینو بشنوه خندهش میگیره که ایران یکی از کشورهای اولیه بوده در تشکیل سازمان ملل. و از این رفتن آقای رئیسی یا رئیس جمهور ایران، قبلا هم زمان جورج بوش هم یادتون باشه همین سناتورها نامه نوشته بودن به جورج بوش پسر که آقای احمدی نژاد نظاره بیاد، که حتی نه تنها اونجا بلکه نظاره بیاد سخنرانی کنه در دانشگاه کلمبیا. دیدید که اونم نشد، برای اینکه قوانین با سازمان ملل نه با امریکا، چون سازمان ملل اونجا قرار داره، برای امریکا که نیست، مجبورن اون کارو بکنن که اون کارو کردن. بله، خلاصه دوستان خواهند فهمید که در ویزا دادن رئیس جمهور برای دیپلمات‌هایی که وارد سازمان ملل میشن، اون یه قوانینی هستش که با سازمان ملل بسته شده. این سناتور حالیشون نیست. ببین چرا اینا عصبانین؟ برای اینکه این سناتورهای صهیونیست عصبانیتشون از همین ماهواره ایرانه. هفته آینده ماهواره ایران با کمک روسیه به فضا پرتاب میشه و اینا خیلی نگرانن. به دو دلیل، یکی میگه که اولا ایران میتونه از این ماهواره در مسائل اتمی استفاده کنه. دوم میگه با داشتن این ماهواره ایران میتونه جمع‌آوری اطلاعات از منطقه و کشورهای منطقه بگیره. حالا میخوام از اینا سوال بکنم که شما این همه ماهواره دارین، این همه اطلاعات جمع میکنین، این همه عکس میگیرین، اونا اشکالی نداره، ولی ایران یه ماهواره خودش درست کرده، یه ماهواره بومیه درست کرده، اینو میخواد بفرسته به فضا تا به کاراش ادامه بده مثل سایر کشورها، چرا اینا اینقدر نگرانن؟ برای اینکه میدونن که ماهواره ایران بومیه، هیچ کاری نمیتونن بکنن در اختلالش، در چیزهای دیگه، همونطور که برای پهپاداش نمیتونن کاری بکنن. درد اینها اینه که ایران نباید اون کارا رو بکنه، ایران باید محتاج باشه به اونا، ولی ایران روز به روز نشون داده نه تنها محتاج نیست بلکه بی‌نیاز هست از نظر دانش فناوری هسته‌ای، از نظر دانش فضایی. این ماهواره هم که پرتاب بشه انشالله هفته آینده خواهیم فهمید که ایران در حقیقت میره که در منطقه هم از نظر زمینی و هوایی و فضایی حرف اول بزنه. اگر این افتخاری نیست برای هر ایرانی، نمیدونم دیگه چیه. ولی ما ایران دوستا واقعا افتخار میکنیم. بله، خلاصه دوستان ممنونم از کمک های شما به این برنامه، کمک های شما به درمانگاه. ما هنوز احتیاج داریم، با ما در تماس باشید و اگر در ارتباط با ایران، اومدنتون به ایران، اطلاعاتی میخواین، دنبال دکتری، دنبال حقوقدان هستید، هرچی نیازتون هست قبل از اینکه بیایید با من تماس بگیرید که شما را با دوستا بتونم آشنا کنم و امیدوارم که هرچی زودتر تمام مسائلتون حل بشه و در کشورتون مثل ما که الان اومدیم حال بکنید و کیفشو ببرید. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار نگهدار شما باد.